انتشار فیلم مخفی از رابطه جنسی رضا سقطی، مدیر کل ارشاد استان گیلان، با یک پسر جوان که دوربینی حساب شده در محل رابطه کار گذاشته شده بود و در آغاز روزهای ماه محرم یکی از بزرگترین رسوایی‌های جمهوری اسلامی رقم خورد که در آن مجازات رابطه دو همجنس مرد اعدام می‌باشد، این مسئله لرزه سنگینی در اردوگاه اصولگرایان به خصوص هواداران جبهه پایداری به راه انداخت، چون وی رابطه نزدیکی با وحید جلیلی معاون صدا و سیما و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی داشته که بسیار خبرساز شد. در عکسایی که منتشر شده نشان می‌دهد که وحید جلیلی برادر سعید جلیلی حسینیه هنر را افتتاح کرده که مدیرش رضا سقطی است. همچنین در عکس‌های دیگری نشان می‌دهد که خود سعید جلیلی عهدواره جنگل را افتتاح و جایزه‌اش را اهدا کرده که رئیسش سقطی است. این موضوع رسوایی مهمی برای اعتبار این جریان است که قصد دارد در انتخابات مجلس شورای اسلامی به تنهایی و جدا از دیگر اصولگرایان شرکت کند تا ریاست مجلس را نیز از آن خود کند و قالیباف را کنار بگذارد. در این میان روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان پیرامون وقایع اخیر و در واکنش با آن اتفاق با صدور اطلاعیه‌ای با بیان این موضوع که از ابتدای دولت انقلابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره بر مدار اصول ارزش‌های اسلامی و انقلابی حرکت کرده اعلام کرد یکی از این اصول اصلی فساد ستیزی از هر نوعی و در هر سطحی است. در این اطلاعیه تأکید شده بلافاصله پس از ایجاد شائبه خطای مدیر سابق این مجموعه با دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ویژه وزیر در استان حاضر و تمام ابعاد این موضوع با حضور دستگاه‌های امنیتی و قضایی با دقت بررسی شده است. همچنین در این اطلاعیه آمده است که برای ایجاد فضای مناسب برای تحقیقات بیشتر و انجام بیخلل خدمات و فعالیت‌های مستمر فرهنگی هنری، سرپرست جدیدی برای اداره کل ارشاد اسلامی در استان گیلان تعیین شده است. اداره کل ارشاد اسلامی استان گیلان همچنین این پرونده را دارای ابهامات بسیار دانسته و گفته است که دستگاه قضا انتظار می رود تا با اجرای عدل و انصاف حقیقت را کشف و قضاوت نهایی را اتخاذ نماید. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده که اجازه داده نخواهد شد شبکه‌های خارج نشین و بدخواهان مردم ایران این موضوع شائبه دار را دستمایه تضعیف جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کنند. در همین حال این اقدام مدیر کل ارشاد اسلامی استان گیلان با واکنش تند نمایندگان مجلس هم مواجه شد. مرتضی محمودوند نماینده مجلس در واکنش به حواشی پیرامون مدیر کل ارشاد استان گیلان روز یکشنبه در جلسه علنی صحن مجلس ضمن ابراز تأسف از واقعه رخ داده در اداره کل ارشاد استان گیلان با بیان این موضوع که این اقدامات توجیه پذیر نیست، اقدامات رخ داده را اوج مصیبت دانست و با اشاره به محکومیت قرآن سوزی در مجلس در روز گذشته گفت باید توجه داشت که در حقیقت توهین به قرآن کریم در همین گیلان رخ داده است. این در حالی است که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار استرداد عامل قرآن سوزی و اشد مجازات برای وی شده بود. وی با اعتراض به اینکه مجلس باید به این موضوع ورود کند گفت در مقابل این رسوایی هیچ پاسخی برای بچه‌های مذهبی و حزب‌اللهی وجود ندارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین ضمن درخواست از رئیس جمهور برای ورود به این موضوع از وزیر ارشاد خواست تا استعفا دهد. به اظهار داشت چرا کسی که مسئول افاف و حجاب بوده باید چنین فسادی را مرتکب شود. اظهارات محمودوند با واکنش زنور مواجه شد. زنور از اعضای جبهه پایداری و از تندروهای اصولگرا که نماینده مجلس از قم و عضو هیئت رئیسه است با بیان این موضوع که اگر هم اتفاقی افتاده باشد دستگاه‌های امنیتی و قضایی بررسی می‌کنند اظهار داشت این اقدام مدیر کل ارشاد استان گیلان اثبات نشده که در تریبون‌های عمومی یا ملی مطرح شود. وی در صحبت‌های وقیحانه‌ای برای لاپوشانی اقدام اعضای جبهه پایداری گفت ویدئویی را عده‌ای پخش کردند که نه چهره طرف و نه مکان آن قابل شناسایی آنچنانی است. اگر واقعیت داشته باشد جرم آنهایی که فحشا را منتشر کردند بسیار سنگین‌تر از کسانی است که فحشا کردند.
این تردیدها در خصوص غیر واقعی بودن این اتهامات در حالی عنوان می شود که در شرایط مشابه با جرائمی بسیار کوچکتر مانند شرکت در میهمانی یا ارتباط جنس مخالف با هم مجازات هایی به مراتب سنگین تر برای مردم عادی در نظر گرفته می شود. جالب این است که در مقابل چنین افتضاح و آبروریزی شرم‌آوری مقام‌های زیرفت تنها به تکذیب موضوع و بیان این موضوع که مشخص نیست که این تصاویر واقعی هستند یا خیر اکتفا کردند، آن هم در مورد فردی که دائما از زیست عفیفانه سخن می‌گفت. به گفته تحلیلگران حتی اگر این ارتباط با برنامه‌ریزی هم صورت گرفته باشد و ارتباط مدیر کل ارشاد استان با این پسر جوان دام هم بوده باشد، نفس کار به معنی رابطه وی با یک مرد جوان به ویژه در شرایطی که وی متأهل هم هست و کسی که دائما از زیست عفیفانه حرف میزند و سریال پایتخت را نیز منحرف کننده افکار مردم میدانست، نشان دهنده عمق ریاکاری مقامات فرهنگی و سیاسی کشور است که به نظر میرسد مقام‌های رسمی کشور و همچنین وزیر ارشاد هیچ شرمندگی از آن ندارند و جبهه پایداری هم در حال انکار رابطه وی با این جبهه است. مسئله اعمال حجاب اجباری که به یک چالش جدی برای نظام در ماه محرم تبدیل شده و واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است، چهار انجمن روانپزشکی و روانشناسی در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از ارجاع مخالفان حجاب اجباری به مراکز روانشناسی انتقاد کردند و با اشاره به احکام صادره برای دست کم دو تن از زنان هنرپیشه ارجاع افراد به مراکز روانشناسی با هدف ایجاد تغییر در انتخاب‌های فردی را متعارض با اصل خودمختاری خواندند و گفتند تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی، همان گونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات، و عواقب صدور چنین احکامی را نقض کرامت انسان‌ها با هدف تحقیر و موجب آسیب دیدن جایگاه اجتماعی افراد کثیر مبتلا به مشکلات سلامت روان در جامعه دانستند. در این میان قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامیه کشور در سخنانی در لرستان با بیان این موضوع که ماه محرم یکی از فرصت‌های طلایی حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی بتواند در کنار مردم انقلابی به وظیفه خود عمل کند. وی انقلاب فرهنگی را مهمترین دستاورد عاشورا دانست و تخریب انقلاب فرهنگی را فتنه جدید دشمن دانست. او تصریح کرد دشمن بالاترین مؤلفه قدرت ملی یعنی عفاف و حجاب را هدف قرار داده و مورد تهدید قرار داده است. رضایی اعتراضات خیابانی افراد طرفدار حجاب را یک مطالبه قانونی عنوان کرد و گفت همه ملاحظه کردند که مردم برای مطالبه قانونی حجاب به خیابان آمدند. مردمی که رضایی از آنها نام می‌برد تعداد محدودی از افرادی هستند که در موقعیت‌های این چنینی در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند و خواستار اجرای احکام اسلامی می‌شوند. جمهوری اسلامی هیچگاه به این موضوع توجه نکرده که مردمی هم که با حجاب اجباری مخالف هستند بخش بزرگی از مردم جامعه را تشکیل می‌دهند و اگر قرار است که نظر مردم لحاظ شود باید به این نظرات هم توجه شود. منتها جمهوری اسلامی با استناد به اینکه حجاب امری دینی است، مخالفت مردم با حجاب اجباری را به عنوان مقابله با دین و ارزش‌های دینی برمی‌شمارد و با آن مخالفت می‌کند. علاوه بر این معلوم نیست که بر چه مبنایی این فرمانده حجاب را از مؤلفه‌های قدرت ملی دانسته است که سخنی به غایت بی‌معناست. رضایی در ادامه با بیان این موضوع که نیروی انتظامی با جدیت در راستای رعایت حقوق شهروندی مردم و بر اساس قانون اقدام می کند گفت هر جرم مشهودی اگر اتفاق بیفتد مجموعه انتظامی مکلف است برابر قانون برخورد و مدیریت کند. به افزود نیروی انتظامی مثل بقیه ماموریت‌ها در این حوزه هم موفق خواهد بود. وی به امنیت مرزهای کشور اشاره کرد و با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی گفت بحث مواد مخدر و قاچاق در مرزهای خشکی و دریایی از جمله جنوب وجود دارد که با تلاش پلیس و ماموران امنیتی ساماندهی شده و خواهد شد. رضایی همچنین اظهار داشت بحث سرقت که از مطالبات جدی مردم است در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که پلیس سالهاست که مسئله سرقت را عملاً از دستور کار خود خارج کرده و با وجود دزدی‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف انجام می شود و عملاً امنیت مردم را به خطر انداخته و ناامنی گسترده‌ای ایجاد کرده، اقدامی از طرف پلیس نه برای جلوگیری از سرقت‌ها و نه برای رسیدگی به اموال مسروقه مردم و شکایت‌های مردمی در این خصوص انجام نمی شود. ابراهیم رئیسی روز یکشنبه ضمن تأکید بر اهمیت تلاش برای تأمین خواسته های مردم و رفع مشکلات با تکیه بر خردمندی، تدبیر، هماهنگی و همافزایی و نظارت وزارتخانه های زیربط بر فرایند زنجیره تولید تا مصرف، از دستگاه های زیربط خواست با توجه به مسئولیت قانونی اتحادیه ها و تشکل های صنفی از ظرفیت آنها در نظارت بر قیمت ها استفاده شود. وی تأکید کرد این اقدام باید با هدف جلوگیری از افزایش بدون ضابطه قیمت صورت پذیرد. ابراهیم رئیسی همچنین با اشاره به سوزاندن قرآن در سوئد، آن را نمادی از جاهلیت مدرن و قرآن را یکی از ارکان مهم هدایت و نجات انسان توصیف کرد. این در حالی است که بسیاری معتقدند اینکه گروهی روحانی بدون دانش لازم اداره کشوری ثروتمند را در دست بگیرند و آن را در موقعیت فقر و فاقه کنونی قرار دهند، نمونه بارز جاهلیت مدرن است. رئیسی همچنین بر اهمیت تلاش برای تأمین خواسته های مردم و رفع مشکلات تاکید کرد و خواستار تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت ها شد. وی ظاهرا نمی‌داند که بخش عمده افزایش قیمت ها توسط نهادهای قانونی و دولتی اعمال می شود و افزایش قیمت ها به صورت رسمی و توسط خود دولت اعمال می شود. ضمن اینکه در حال حاضر مسئله مردم افزایش بی‌رویه قیمت ها نیست. مسئله این است که حتی در صورت عدم افزایش قیمت ها هم مردم دیگر توان کافی برای تهیه بسیاری از اقلام مورد نیاز خود را ندارند. گروه ها و اصناف دست‌اندرکار برای جبران این گرانی ها مدام در حال افزایش قیمت خدمات و فعالیت هایی هستند که خود آنها هم بار مضاعفی را بر دوش مصرف کننده ها وارد می کند و البته کسی هم پاسخگو نیست. به گفته تحلیلگران اجتماعی، شرایط ایران مانند کشورهای متلاشی و لبریز از فساد طوری شده است که تمامی گروه‌های اجتماعی فقط به دنبال راهی می‌گردند که از دیگران تا می‌توانند پول بیشتری دریافت کنند و با پولی که از بقیه می‌گیرند آرزوها و خواسته‌های خود را برآورده کنند. دولت و حکومت جمهوری اسلامی نه درکی از این مسائل دارد و نه به دلیل دور بودن از جامعه شناختی از این وضعیت دارد و اگر هم بر فرض محال شناختی داشته باشد، دغدغه‌ای دارد که به آن رسیدگی کند و به عنوان یک مسئله اجتماعی آن را برطرف کند و نه حتی متخصصینی در اختیار دارد که راه حلی برای این مسئله اجتماعی ریشه‌دار و ویرانگر داشته باشند. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که در برخی موارد تولیدات داخلی برای تأمین نیازهای مردم کافی نیست، خواستار آن شد که در موارد محدود که نیازهای داخلی با کالاهای داخلی تأمین نمی‌شود، نسبت به واردات به بالاترین کیفیت اقدام شود. این اظهارات در حالی عنوان می شود که مردم ایران در حال حاضر حتی برای تأمین بسیاری از داروهای عادی و تجهیز بیمارستانی و نیز بیماری های خاص و سرطان با مشکل جدی مواجهند و نگرانی از عدم واردات مواد اولیه برای ساخت این داروها در داخل همچنان یک نگرانی و دغدغه اصلی است. مسئله سلامت سالهاست که به خاطر عدم تأمین تجهیزات کافی در این خصوص یکی از چالش‌های جدی نظام حکمرانی در ایران است که دغدغه‌ای هم برای رفع آن وجود ندارد. در حالی که اخباری در مورد مذاکرات مخفی ایران و آمریکا بیان شده و گفته می‌شد امکان تفاهم نانوشته هسته‌ای میان ایران و آمریکا افزایش یافته است و در این حال اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا اخیراً به دولت بایدن درباره حصول توافق هسته‌ای که بدون تایید کنگره به کاهش تحریم‌ها بینجامد هشدار دادند، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با فرید زکریا در برنامه GPS در تلویزیون CNN عملاً امکان احیای مذاکرات برجام را نفی کرد و غیر مستقیم آن را موکول به
بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده کرد و گفت که مقامات آمریکایی در حال حاضر با همتایان ایرانی خود درباره هیچ توافقی صحبت نمی‌کنند. به خروج دولت ترامپ از توافق برجام را اشتباهی فاحش خواند و گفت تحولات تغییرات بسیاری از زمانی که از قرارداد خارج شدیم و همچنین از زمانی که تلاش کردیم به آن بازگردیم اتفاق افتاده است. به سیاست دولت بایدن را چنین تشریح کرد که اساساً تلاش ما همیشه این بوده که با انجام اصلاحاتی مختصر به توافق اولیه بازگردیم. توافقی روی میز بود. ما با حسنیت تلاش کردیم تا آن را به توافق هسته‌ای بازگردانیم. آنها یا نمی‌توانستند و یا نمی‌خواستند این کار را انجام دهند. ما اکنون در جایی هستیم که درباره توافق هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم. شاید در آینده فضایی یافتیم که دوباره بتوانیم درباره بازگشت به توافق هسته‌ای با آنها صحبت کنیم. اما در حال حاضر آنجا نیستیم. وی توضیح نداد که چگونه می‌تواند در آن نقطه قرار گیرد. به در مورد طرح جایگزین احیای برجام گفت مقامات آمریکایی در حال کار بر روی مجموعه ای از اقدامات برای عقب راندن جمهوری اسلامی هستند تا مطمئن شویم که بازدارندگی قوی و عامل فشار مناسب در اختیار داریم. آنگاه می‌بینیم که آیا فرصتی برای کار بر روی توافق هسته‌ای در اختیار داریم یا نه. بلینکن مجدداً با ذکر اینکه آمریکا همچنان دیپلماسی را بهترین راه حل برای رفع تنش‌ها با ایران می‌داند، افزود ما به باور خود مبنی بر اینکه دیپلماسی بهترین راه حل این مشکل است و در مقایسه با بقیه گزینه‌ها می‌تواند نتایج پایدارتر و مؤثرتری به ما بدهد، ادامه می‌دهیم. اما این بدان معنی نیست که گزینه‌های دیگر وجود ندارد و ما در صورت لزوم از آنها استفاده نمی‌کنیم. این بخش از سخنان بلینکن دچار ابهام است، زیرا مشخص نمی‌کند خط قرمز آمریکا در مورد مسائل هسته‌ای چیست و چگونه آمریکا راه حل‌های جایگزینی را که معنی مقابله نظامی می‌دهد می‌خواهد عملی کند. راه حلی که برای اروپا پرهزینه است و کشورهای اروپایی برایشان دغدغه مهمی است که توافقی انجام شود تا از این امر جلوگیری کنند. وی در مورد رویکرد اسرائیل در قبال مذاکرات رفع تحریم‌ها افزود اسرائیل مطابق با منافع خود عمل می کند و تصمیم ها را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران می گیرد. این موضع‌گیری تفاوت نظر اسرائیل و آمریکا را نشان می دهد. با تضعیف دولت نتانیاهو درباره مسائل داخلی، عملاً آمریکا سعی می کند در مورد مسائل هسته‌ای از راه حل رادیکال هسته‌ای اسرائیل فاصله بگیرد. بلینکن همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود در مورد موقعیت ضد حمله اوکراین گفت اوکراین 50% از سرزمین‌های اشغال شده خود را پس گرفته، ولی هنوز در روزهای اول ضد حمله قرار دارد و احتمال دارد مرحله کامل این ضد حمله چند ماه دیگر طول بکشد. به ابراز امیدواری کرد که اوکراین بتواند تا پایان فصل تابستان تمام قلمروی اشغال شده خود را پس بگیرد. این نظر وزیر خارجه در مورد توان اوکراین خوشبینانه تر از ارزیابی مقامات پنتاگون است و بعید است این جنگ از حالت فرسایشی خارج شود و تا پایان تابستان اوکراین موفق به بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی خود شود. عبدالرضا سیف، مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران، در توییتی که بسیار صریح و تند تلقی می شود، محمد مرندی، یکی از عوامل نهاد رهبر و عضو مشاور مطبوعاتی هیئت مذاکره کننده هسته‌ای و فرزند دکتر مرندی، پزشک معالج خامنه‌ای را مورد انتقاد قرار داده که خبری جنجالی تلقی می شود. این در حالی است که دو هفته پیش خبری منتشر شد که مرندی از سمت خود در معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران اخراج شده است. وی گفت آقای مرندی، سفرهای مکرر جناب عالی به کشور روسیه که بدون اطلاع و اخذ مجوز از دانشگاه تهران صورت می گرفت، در واقع سندی از نادیده انگاشتن آیین‌نامه است که خودتان با عنوان ابزار مؤاخذه برخی مدیران دانشگاه درباره سفر بدون هماهنگی به کشور عراق مورد بهره برداری قرار می دادید. راستی از کسب و کار آقازاده در روسیه چه خبر؟ مرندی قبلاً به اخراج خود اعتراض کرده بود. مشخص نیست که فرزند وی در روسیه به چه حرفه‌ای مشغول است. این نوع انتقادها نشان دهنده دعوای عمیقی است که در میان اصولگرایان بر سر پست و مقام به شدت در حال شکل گیری است و احتمالاً در روزهای آینده و در آستانه انتخابات ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت.
نشریه اینسایدر به روابط نظامی میان روسیه و جمهوری اسلامی پرداخته و می نویسد روابط نظامی بی سابقه روسیه و ایران امریکا را نگران کرده، اما به نظر می رسد روسیه نمی تواند این روابط را متوقف کند. این نشریه می نویسد ایران با ارائه تسلیحات به روسیه برای استفاده در اوکراین از روسیه حمایت کرده است. این امر اما ایالات متحده را نگران کرده که آن را بخشی از مشارکت رو به رشد دفاعی روسیه و رژیم ایران می‌داند. اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد مسکو ممکن است به توافقاتی که با تهران بسته است عمل نکند. اینسایدر می‌نویسد کمتر از یک سال پیش کاخ سفید درباره روابط نظامی بی سابقه میان روسیه و رژیم ایران هشدار می‌داد. اما امروز نشانه‌هایی از افزایش استکاک وجود دارد و مسکو یک شریک غیر قابل اعتماد است. اواخر سال گذشته از آنجایی که روسیه پس از ماه‌ها نبرد در اوکراین در معرض خطر اتمام ذخایر موشکی خود قرار داشت، رژیم ایران موافقت کرد که تسلیحاتی را به مسکو ارائه دهد که عمدتاً شامل پهپادهای تهاجمی شاهد 136 بودند، پهپادهایی که شهرها و زیرساخت‌های اوکراین را هدف قرار دادند. در ماه دسامبر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفت که رژیم ایران و روسیه در حال ایجاد یک شراکت دفاعی تمام عیار هستند که خاورمیانه و جهان را تهدید می کند. کربی گفت حمایت از هر دو طرف جریان دارد و مسکو سطح بی سابقه ای از حمایت نظامی و فنی را به تهران ارائه می کند. به نوشته اینسایدر به عنوان بخشی از این مشارکت روبه روش رژیم ایران انتظار داشت تعداد نامشخصی از جت‌های سوخوی 35 روسی به همراه هلیکوپترها و حتی سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته S-400 را دریافت کند. با این حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که رژیم ایران تجهیزاتی دریافت کرده یا در آینده قابل پیش‌بینی این تجهیزات را دریافت کند. به نوشته این نشریه تحلیلگران انتظار داشتند که رژیم ایران در آینده نزدیک حداقل 24 فروند سوخوی 35 روسی را که پیشتر سفارش آن برای مصر بود و لغو شده بود دریافت کند. اما در اظهارات اخیر مقامات ایرانی از ابراز خوشبینی مبنی بر اینکه اولین جت‌ها ظرف چند ماه آینده به ایران می‌رسد نشانه های دیده نمی شود. به نظر می رسد که آنها مطمئن نیستند که آیا این جت ها را در سال آینده خواهند داشت یا خیر. اینسایدر از قول یک مقام و دیپلمات سابق ایرانی که نخواست نامش فاش شود گفته است که مبلغ این جنگنده ها پیشتر در دوره حسن روحانی پرداخت شده است. درخواست اولیه 50 فروند است، اما به نظر می رسد که ایران به 64 جنگنده جدید برای نوسازی ناوگان قدیمی خود نیاز دارد که عمدتاً شامل جنگنده های امریکایی هستند که پیش از انقلاب اسلامی در ایران توسط پادشاه ایران خریداری شده بودند.